برنامه فوتبال برای دوستی به هزاران کودک در سراسر جهان فرصت داده است تا با یکدیگر در تماس باشند و تجربه هایشان را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. هدف این برنامه که از طرف شرکت نفت و گاز گازپروم برگزار می شود، افزایش اتحاد میان نسل جوان و تشویق ارزش های انسانی است. مجریان این برنامه امیدوارند که همزمان بتوانند درباره برابری جنسیتی و حفاظت از محیط زیست اطلاع رسانی کنند. نهمین فصل از برنامه فوتبال برای دوستی با چالش آنلاین گام‌های کوچک برای محافظت از زمین آغاز شد. اکنون در شرایط فعلی به نظرم متوجه می شویم که چه تأثیر بزرگی بر روی محیط زیست می گذاریم و کلن تا چه حد محیط زیست بخشی از این جهان و بشریت است. به نظرم مردم فکر می کنند که کودکان کوچک هستند و کاری از دستشان بر نمی آید. اما من می خواستم ثابت کنم که همه در اشتباه هستند. هرچند قدم بزرگی محسوب نمی شود، اما به نظرم گام های کوچک هم در این جهان مهم هستند، زیرا این قدم های کوچک تغییری بزرگ را رقم می زنند و من می خواستم کاری را که برای محیط زیست انجام می دهم به دیگران نشان دهم و در این حال از آنها درس بگیرم. آلودگی پلاستیکی، هدر دادن آب و استفاده از حمل و نقل عمومی از جمله موضوعاتی است که کودکان برای افزایش آگاهی درباره حفاظت از محیط زیست درباره آن گفتگو می کنند. ما اکنون بیرون از خانه سازوکار کمپوست داریم. تلاش می‌کنیم که از ظرف‌های قابل استفاده مجدد به جای کیسه‌های پلاستیکی استفاده کنیم. از انرژی زمین گرمایی برای گرمایش استفاده می‌کنیم و در نتیجه از هیچ سوخت یا چیز دیگری استفاده نمی‌شود. فرایند بازیافت خودمان را داریم. بسیار خوش شانس هستیم که حیات بزرگ خودمان هست. سیر را خودمان پرورش می‌دهیم و درخت سیب داریم. این مسائل خیلی اهمیت دارد، زیرا می‌توانیم وضع را تغییر دهیم. کودکانی که هر سال در رقابت فوتبال قهرمانی برنامه فوتبال برای دوستی شرکت می‌کنند، نام تیم‌های خود را از میان حیوانات در معرض انقراض انتخاب می‌کنند. کرگدن سفید، تمساح پوز پهن چین و کوسه تیره از جمله تیم‌های شرکت کننده در رقابت‌های آنلاین امسال بودند. تیم میش کوهی در نهایت به مقام قهرمانی رسید. برنامه فوتبال برای دوستی پیش از این دو رکورد بیشترین تعداد کشورهای شرکت کننده در جلسه تمرینی و بیشترین کاربر در یک برنامه هنگاوت ویدیویی فوتبال را به نام خود ثبت کرده بود. فوتبال برای دوستی یک اجتماع است. اجتماع برای گرد هم آوردن مردم و فراهم کردن امکان این که از این دوران تجربه‌ای کسب کنند. قرار نیست فقط بگویند اوقات خوبی داشتیم، بلکه در واقع رکورد شکنی کردیم. می‌دانید که ما از سراسر جهان گرد هم می‌آییم تا کاری کنیم که تاکنون انجام نشده. به نظرم انجام این کارها ارزشش را دارد و به نظرم طرح‌هایی برای شکستن رکوردهای جهانی در آینده وجود خواهد داشت، زیرا انجام این طرح‌ها مفرح و حاوی پیام است. به این ترتیب هر کسی که در برنامه شریک است تجربه‌ای خواهد داشت که خودش بخشی از آن بوده. این خیلی خاص است. برنامه فوتبال برای دوستی با حمایت سازمان‌های مانند یوفا، فیفا و کمیته بین‌المللی المپیک بیش از 16,000 شرکت کننده از 211 کشور و منطقه جهان را گرد هم آورده است.